سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخواییم بریم سراغ برنامه ریزی سال 1399. توی این ویدیو صفحه هایی که خودم واسه دفترم درست کردم و بهتون نشون میدم. امیدوارم که ایده های خوبی باشن برای شما تا بولت جورنال سال جدیدتون رو طراحی کنید. مثل بقیه دفترهای بولت جورنالم اولین صفحه رو یه طرح خوشگل میکشم، صرفا برای اینکه نشون بده این دفتر قراره چه سالی رو توی زندگی من ثبت بکنه، اینکه حال و هوام موقع درست کردن این صفحه ها چی بوده و اینکه تا آخر یادم باشه که من خیلی انرژی داشتم و خیلی پرانگیزه بودم واسه رسیدن به هدفام و تلاش کردن توی این سال. امسال هم مثل پارسال یه تم کلی واسه کل دفترم دارم، یعنی واسه تمام روزهایی که دارم از این دفتر استفاده میکنم. پارسال این تم قرار بود اسپریچوالیتی باشه، یعنی قرار بود من به روحیم، به بعد معنوی زندگیم بیشتر توجه بکنم. امسال یه کلمه دیگر رو انتخاب کردم که این کلمه کامیونیکیشنه و مربوط میشه به ارتباط من با آدمهای دیگه، چون احساس میکنم الان اون بخشی از زندگی من که نیاز داره خیلی قوی تر بشه نحوه ارتباط برقرار کردنم با آدمهای دیگه است. حالا چه این ارتباط کاری باشه، چه ارتباط دوستی باشه و چه ارتباط خانوادگی. به خاطر همین توی همون صفحه اول توی این کادر آبی رنگ می نویسم کامیونیکیشن و تا آخرین روزی که از این دفتر استفاده می کنم یادم می مونه که زهرا باید حواست باشه که ارتباطاتتو قوی تر بکنی. میرسیم به کدگذاری رنگی. کدگذاری رنگی یعنی که من واسه قسمت‌های مهم زندگیم یه رنگی رو در نظر میگیرم. مثلا سبز واسه کارهای مذهبی، بنفش واسه کارهای دانشگاهم، آبی واسه کارم و زرد هم مربوط میشه به رشد شخصیم. من پارسال هم از کدگذاری رنگی استفاده کردم که البته اون موقع تعداد دسته هام بیشتر بود و توی این یک سال استفاده از بولت جورنال متوجه شدم که همین چند تا دسته واسه من کافیه و امسال با همینا میرم جلو. حالا ممکنه تا آخر سال 99 به این نتیجه برسم که باید تغییرش بدم. هیچ اشکالی هم نداره. اگه دوست دارین راجع به کدگذاری رنگی مفصل‌تر بخونید میتونید توی سایت نردیشمی پست آموزش کدگذاری رنگی رو پیدا بکنید. ویدیو قبل درباره ارزیابی سالانه بود که توش دو تا تمرین انجام دادیم. یادتون باشه حتما واسه درست کردن بولت جورنالتون اون دو تا تمرین رو انجام بدین و بعد شروع کنید به برنامه ریزی. اینجا من دارم صفحه اهدافم رو درست میکنم، اما قبل از اینکه بخوام بنویسم چه هدفهایی واسه امسال دارم به اون دوتا تمرینم نگاه میکنم و انتخاب میکنم که خب من قرار بود با چه چیزهایی در سال 98 خدافزی کنم، کدوم کارا رو بذارم کنار، کدوم اهدافم رو دیگه نمیخوام بهشون فکر کنم و چه چیزهایی رو میخوام در سال 99 بهشون سلام کنم، به چه چیزهایی میخوام برسم، میخوام زهرای جدید چطوری باشه. با این نما هدف گذاری میکنم. اگه یادتون باشه ما توی اون تمرین سه‌ستونه به دو تا مورد خیلی توجه کردیم. یکی کارهایی که به همون حس خوب میدن، یکی کارهایی که فقط وقت ما رو هدر میدن. پس من زهرا نجاری وقتی دارم برای سال جدیدم برنامه ریزی و هدف گذاری میکنم سعی میکنم بیشتر برم به سمت انجام دادن کارهایی که به هم حس خوب میدن، نه اون کارهایی که بعداً بخوام با خودم فکر کنم فقط وقتم رو هدر دادم. پس حالا که دارم صفحه هدف گذاری رو درست میکنم حتما تمرین هامو تحلیل میکنم و با یه دید درست هدف هامو مینویسم. من طرح این صفحه رو از پینترست پیدا کردم. پینترست یه سایته که شما میتونید توش دنبال هر مدل عکسی که میخواین بگردین. نردیشمی هم یه صفحه توی پینترست داره با کلی ایده خوب از بولت جورنال. این سایت فیلتر نیست و حتی اپلیکیشن هم داره، چه اندروید چه iOS، و میتونید روی گوشیتون هم کلی دنبال عکس بگردین و عکسایی که خوشتون اومد و یا دانلود بکنید یا توی حساب کاربریتون ذخیره بکنید.
من همه هدفامو توی این ویدیو ننوشتم چون به هر حال بعضی چیزا شخصیه. اما هدفهایی که اینجا می نویسم، یکی شروع ضبط پادکست نردیشمیه که اگه یادتون باشه چند هفته قبل با شما راجبش حرف زدم و خیلی از شما مشتاق بودین که نردیشمی یه پادکست آموزشی داشته باشه که توش راجب مباحث مختلف رشد فردی صحبت بکنیم. خب ایجاد یه پادکست کلی تحقیق میخواد، کلی تمرین میخواد و برای من یکی از اهداف مهمم توی سال 99 شده ایجاد پادکست که امیدوارم شما از نتیجه نهاییش راضی باشین. یه هدف دیگه ای که امسال دارم اینه که حتما 50 تا کتاب بخونم. اگه یادتون باشه بهتون گفتم که من معمولا کتابهایی که میخونم و توی سایت گودریدز ثبت میکنم. برای سال 2020 میلادی هم تصمیم گرفتم 45 تا کتاب بخونم که چون سال میلادی و شمسی با هم دیگه مطابق نیستن، فکر میکنم بشه توی سال 1399 روی هم 50 تا کتاب بخونم. یکی دیگه از هدفهای مهم من واسه سال 99 دفاع از پایان نامه. همونطور که میدونید من دانشجوی فوق لیسانس برق مخابراتم و الان دیگه فقط پایان نامم مونده که روش کار کنم. امیدوارم که به این هدفم هم برسم. بعد از صفحه اهداف شروع میکنم به درست کردن آینده نگار. ما توی بولت جورنال فقط تمرکزمون روی ماهی هستش که توشیم. مثلا الان که داریم برای سال جدید برنامه ریزی میکنیم فقط به فروردین نگاه میکنیم. هر وقت فروردین تموم شد، رسیدیم به 29 سیوم فروردین، اون موقع میریم سراغ اردیبهشت و واسه اردیبهشت برنامه ریزی میکنیم. اما از طرفی خیلی پیش میاد که یه کارایی، یه اتفاقایی مربوط به آینده دور باشه. ممکنه من از همین الان بدونم که توی تیر یه امتحان مهم دارم، یا توی شهریور باید یه سفر مهم برم، یا توی زمستون مثلا دی ماه به عروسی دعوت شدم. بولت جورنال ما باید یه جایی داشته باشه که این اتفاقای مهم توی آینده دور رو توشون ثبت بکنیم. اینها توی آینده نگار ثبت میشن که رایدر کارول توی کتاب بولت جورنال راجبش کامل حرف زده و اگه کتاب ترجمهش رو هم بخرین که من ترجمهش کردم میتونید کامل و مفصل دربارش بخونید. من واسه درست کردن آینده نگار سالانه یه دو صفحه روبروی هم در نظر میگیرم و 6 تا ماه در بالای صفحه و 6 تا ماه در پایین صفحه رو میکشم و بعد اتفاقای مهم و کارای مهمم رو می نویسم. من حتی تاریخ تولد دوستان و افرادی رو که واسم مهم هستن رو هم توی همین آینده نگار وارد می کنم و بعد کاربرد آینده نگار میشه واسه کجا؟ میشه اول هر ماهی که می خواهیم برنامه ریزی ماهانه انجام بدیم، مثل اول اردیبهشت، اول خرداد، اول شهریور، اول آبان. اون موقع باید حواسمون باشه که برگردیم عقب، یه نگاه به آینده نگارمون بندازیم، ببینیم که از قبل چه کارهایی واسه این ماه نوشته بودیم که اونها رو هم توی برنامه ریزی ماهانمون بگنجونیم. من توی صفحه قبل که صفحه اهداف بود از تمرین‌هایی که توی ویدیو ارزیابی سال 98 بهتون نشون داده بودم استفاده کردم، به جز یه تیکه از تمرین اول که مربوط میشد به ستون سوم. اگه یادتون باشه توی اون تمرین اول ما 3 تا ستون کشیدیم و ستون سوم میشد مربوط به کارهای رویایی، کارهای خیلی خفن، کارهایی که به ما خیلی خیلی حس خوبی میده. حالا از اون ستون چه استفاده ای می کنیم؟ حداقل یک مورد از اون ستون رو با تاریخ اینجا توی آینده نگار برای خودم مشخص می کنم. مثلا برای من که سفر کردن اینقدر رویایی بود، توی تابستون سال 99 یه تاریخی رو مشخص می کنم که حتما باید به فلانجا سفر بکنم و این میشه یک برنامه واسه من که باید واسهش برنامه ریزی کنم، واسهش پس انداز کنم، واسهش وقت کنار بذارم تا حتما انجام بشه. میدونم ممکنه اون چیزی که واسه شما رویاییه یه مقدار دست نیافتنی به نظر برسه، اشکالی نداره، اونقدر سادش بکنید که نسبتاً دست یافتنی باشه و اینو توی آینده نگارتون مشخص بکنید، حتما تاریخشو مشخص بکنید.
این میشه آینده نگار ما، یه صفحه مرجع واسه تمام ماهای آینده. من کلن از نظر اقتصادی آدم باهوشی نیستم، یعنی تقریبا هیچ وقت حواسم به پولی که در میارم و پولی که خرج میکنم نیست. امسال یه قرار خیلی جدی با خودم گذاشتم که درست و حسابی پس انداز بکنم و مثل سالای پیش نباشه که ندونم پول از کجا میاد و چطوری خرج میشه. صفحه پس انداز من اینطوریه که 3 تا مورد رو مشخص میکنم که دارم برای اینها پس انداز میکنم. چیزهایی که دارم واسه شون پس انداز میکنم مشخصه، مثلا خریدن گوشی. خب من یه ساله که تقریبا گوشی ندارم و از گوشی یار استفاده میکنم. و 2 تا مورد دیگه. حالا فرض میکنیم 2 تا مورد دیگه، یکیش پس انداز واسه سفر کردن باشه، همون سفری که جزء کارهای رویاییمه، و یکیش پس انداز کردن یه مبلغ خاصی واسه خودم و یار باشه. پس من 3 تا مورد دارم که واسه هر کدوم میدونم حدوداً چقدر پول باید پس انداز کنم. مثلا پس انداز خودم و یار فرض بکنیم 10 میلیونه، گوشی فرض کنیم 5 میلیونه و سفرم فرض کنیم که 5 میلیونه. اینا همه فرضه. خب من واسه هر کدوم از این موارد یه ستون میکشم و این ستون رو تقسیم میکنم به تعداد ماهای سال که 12 ماهه. اینطوری من میدونم که هر ماه باید واسه هر مورد چقدر پول پس انداز بکنم. اینطوری اون چیزی که من میخوام بخرم، اون سفری که میخوام واسهش پول خرج بکنم، از یه رویای مبهم تبدیل میشه به یه هدف که خیلی واقعیه و من باید براش تلاش کنم. هر ماه باید حواسم باشه چقدر خرج میکنم و چقدر توی حساب بانکی میمونه و آخر هر ماه میام اینجا و اون مقدار پولی رو که پس انداز کردم رنگ میکنم. البته میشه رنگ کرد یا میشه نوشت یا میشه صرفا تیک زد یا ضرب در زد، هر جوری که راحتیم. من رنگ میکنم و امیدوارم تا آخر سال بتونم یکی یکی این خونه ها رو رنگ کنم و پر بشن تا بیان بالا برسن به اون موردی که من میخواستم واسهش پول پس انداز کنم. این صفحه بعد از ازدواج به دفتر من اضافه شد و باعث شد که اون حس استرسی که من برای انجام دادن کارهای خونه و متأهل بودن داشتم به مقدار زیادی کم بشه. وظیفه این صفحه چیه؟ این که به من یادآوری کنه یک سری کارها رو باید برای خونه انجام بدم که خونه تمیز بمونه. مثلا جاربرقی کشیدن، مثلا شستن ظرفا، شستن سرویس بهداشتی، نمیدونم یه سری از این کارا، تمیز کردن آشپزخونه و از این چیزا. این در حقیقت یک ردیاب بلند مدته. توی ردیف بالایی این جدول من اسم کارهایی که باید واسه خونه انجام بشه رو می نویسم، همون تمیز کردن سرویس بهداشتی، شستن ملافه ها، پاک کردن سطوح آشپزخونه، مرتب کردن یخچال، کارهایی از این قبیل. ستون سمت راست تاریخ جمعه هر هفته رو می نویسم، یعنی از ستون اول شروع میشه هفته اول فروردین، بعد ستون بعدی میشه جمعه هفته دوم فروردین، هفته سوم فروردین و همینطوری میاد تا پایین. من تاریخ جمعه ها رو زدم، فرقی نمی کنه، میشه تاریخ شنبه رو زد، میشه تاریخ دوشنبه رو زد، صرفا واسه اینکه هر خط بشه برای یک هفته من باید یه روزی رو انتخاب میکردم و تاریخ اون روز رو مینوشتم که وقتی از هر خط میایم یه خط پایین تر یه هفته بریم جلوتر. در طول هر هفته من هر کاری که توی خونه انجام میدم و میام توی این جدول علامت میزنم، اینطوری میدونم خب توی هفته گذشته این دوتا کار انجام شدن، این دوتا کار موندن، این یه دونه کار رو باید انجام بدم، این یه دونه کار رو از یار بخوام بهم کمک بده انجام بده، و باعث میشه برنامه کلی منظم نگه داشتن خونه رو بتونم به صورت پیوسته انجام بدم. چنین ردیاب هایی رو میشه واسه خیلی چیزا استفاده کرد. میشه واسه کار استفاده کرد، واسه وظایف تکرار شونده ای که ما داریم که هر هفته باید انجام بشن، یا واسه کارهای بهداشتیمون، آرایشگاه رفتن، یا واسه تعمیرات ماشین، واسه خیلی چیزا. من از این برای کارهای خونم استفاده کردم. اما فکر میکنم اگر شما نیاز به یه ردیابی داشته باشین که یادتون بندازه هر هفته یا هر ماه یه سری کار خاصی رو انجام بدین، این ایده خیلی به دردتون بخوره.
اینها صفحه هایی بودن که من از الان برای سال 98 درست کردم. صفحه های فروردین و همون هفته آخر اسفند درست میکنم. تجربه به من نشون داده که هرچی صفحه های از پیش آماده شده کمتر باشن، احتمال اینکه من به برنامه‌ام عمل بکنم و صفحه هام پر بشن بیشتره. به خاطر همین به جای اینکه بشینم 30 تا صفحه مختلف از اینترنت پیدا بکنم و همه رو با اشتیاق درست بکنم و بعدن خیلیاش خالی بمونه، سعی میکنم تعداد کمتری صفحه انتخاب کنم و بعد احتمالاً در بلند مدت از برنامه‌ام راضی تر خواهم بود. امیدوارم که این ویدیو به شما کمک بکنه، ایده های خوبی بهتون بده برای برنامه ریزی سال 99. حتما به هم بگین که از کدوم صفحه بیشتر خوشتون اومده و ازش استفاده میکنید توی دفترتون. من همه نظراتتون رو میخونم و کلی خوشحال میشم. امیدوارم که برنامه ریزی عالی داشته باشین واسه سال جدید، برنامه ریزی که بهتون کمک بکنه واقعا قدم های خوبی رو در راه رسیدن به زندگی رویاییتون بردارین. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.